پرس خرید کلین امباپه را تایید کرد. دعوای بارسا و لووان، دستمزدت را کم کن یا برو. با شکوه ترین جشن لالیگای تاریخ در سیبلس. یونایتد 0 آرسنال 1، جام را هفته آخر می دهند. ژاوی شماره 2 پیگیر بازگشت به بارسلونا. تبریکی که فوتبال عربستان را برهم ریخت. اتلتیکو 1-0 در یک قدمی سهمیه با سوپرگولی دیپول. اتلتیکو مادرید با سوپرگولی رودریگو دیپول موفق شد سلتا ویگو را 1-0 شکست دهند. اتلتیکو مادرید در متروپولیتانو در یک دیداری حساس به مساف سلتا ویگو رفت. حساسیت بازی برای تیم سیمونه بنابرد برای کسب سهمیه چمپیونز لیگ برمیگشت. اتلتیکو در دقیقه 84 با گل تماشایی رودریگو دیپول موفق شد حریف را 1-0 شکست دهد. امیدش به قطع شدن سهمیه چمپیونز لیگ تا حد زیادی افزایش پیدا کند. توخل نایب قهرمانی می خواهد. بایر مونیخ در بازی خانگی هفته 33 بوندسلیگا با نتیجه 2-0 مقابل وولفسبورگ برنده شد. بایر مونیخ در بازی هفته 33 بوندسلیگا به مساف وولفسبورگ رفت و با گل‌های زود هنگام با نتیجه 2-0 برنده شد. پس از شکست مقابل رئال مادرید در بازی برگشت نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا، توماس توخل 8 تغییر در ترکیب تیمش ایجاد کرد. از بازی قبلی فقط مانوئل نوئر، الکساندر پاولوویچ و یوشوا کیمیش در ترکیب امروز حضور داشتند و مابقی استراحت کردند. حضور نوئر قابل توجه بود چون او در 500مین بازی بوندسلیگایی به میدان میرفت و به 4مین دروازه‌بان تبدیل شد که در فوتبال آلمان به این رکورد دست پیدا میکنند. تیم آلگری شاید سوم هم نشود. یوونتوس در بازی هفته 36 سری آ با مساف سالرنیتانا رفت و با تساوی 1-1 دست پیدا کرد. این بازی برای تیم مکس آلگری اهمیت بسیار زیادی داشت چون در صورت کسب برد به سهمیه لیگ قهرمانان اروپا دست پیدا می کرد و به این رقابت تا برمیگشت. برد پرگل تیم ژاوی. لیورکوزن در آلمان همچنان یک کتاز هست. بایر لیورکوزن با پیروزی 5-0 برابر بوخوم روند شکست ناپذیریش را ادامه داد. در هفته ما قبل پایانی بوندسلیگا بایر لیورکوزن مهمان بوخوم بود، در حالی که تیم میزبان از همان ابتدای بازی با اخراج یک از بازیکنانش 10 نفره شد. شاگردان ژابی آلونسو توانستند به یک پیروزی قاطعانه دست یابند. شکست روم در دیدار چمپیونز لیگی. روم با شکست 2-1 برابر آتلانتا از سهمیه چمپیونز لیگ فصل آینده دور شد. در حساس‌ترین دیدار این هفته سری آ روم در برگامو مهمان آتلانتا. شاگردان کاسپرینو برای نمایش فوق‌العاده در نیمه اول موفق به زدن 2 گل شدند و سپس در نیمه دوم با کنترل جریان بازی به پیروزی 2-1 رسیدند. امباپه با باخت خداحافظی کرد. پاریس سن ژرمن در آخرین بازی فصل در ورزشگاه پارک دو پرنس مقابل تولوز متحمل شکست 3-1 شد، در حالی که کیلیان امباپه آخرین بازیش را در ورزشگاه پارک دو پرنس انجام داد و با هواداران تیم یک خداحافظی سر داشت. پاریس سن ژرمن مقابل تولوز کامبک خورد و با نتیجه 3-1 بازی را واگذار کرد. یونایتد 0-1 جام را هفته آخر می دهند. تیم آرتتا از این لحظه عاشق تاتنهام هست. آرسنال در هفته یکی مانده با پایین لیگ برتر یونایتد را در اولترافورد 1-0 شکست داد تا همچنان در کورس قهرمانی باشد. آرسنال در اولترافورد یک از حساس‌ترین بازی‌های این فصل را مقابل یونایتد انجام داد. شانس قهرمانی توپچی‌ها به این بازی بستگی داشت. آنها موفق شدند با تکل لئاندرو تروسا 1-0 پیروز شوند تا همچنان شانس قهرمانی داشته باشند. قهرمانی لیگ برتر با تک بازی باقی مانده. آرسنال و 2 بازی منچستر سیتی تا پایین فصل بستگی دارد. همان بهتر که بارسا جام نبرد. باشگاه بارسلونا اگر امسال برنده سگانه میشد، باشگاه باید به هر بازیکن 2 میلیون یورو پرداخت میکرد. فصل بارسلونا فاجعه بار در حال اتمام است. بارسلونا در لالیگا قهرمان نشد و در سوپرجام، کوپا دل ری و لیگ قهرمانان توفیق کسب نکرد. طبعا باشگاه به بزرگی بارسا نمیتواند هرگز از یک فصل بدون جام خوشحال باشد، ولی حداقل اینکه خوان لپورتا دیگر مجبور نیست پاداش 2 میلیون یورویی برای هر بازیکن که در ابتدای فصل توافق شده بود را پرداخت کند. در شرایطی که بارسا با مشکلات مالی زیادی دست به گریبان است و شرکت لبرو نیز از همکاری با باشگاه کاتالان صرف نظر کرد تا 40 میلیون یورو از دست برود
بعد فصل بدون جام از نظر مالی 40 میلیون یورو به بارسا سود رسانده است. آیس در این رابطه نوشته که هرچند کسب قهرمانی پاداش‌های از سوی یوفا و لالیگا به همراه داشت، ولی بارسلونا به قدر با مشکلات مالی دست به گریبان هست که همه پول دریافتی باید برای درست کردن قضیه فیر پلی مالی صرف می‌شد و در واقع مبلغ زیادی برای پرداخت پاداش به بازیکنان باقی نمی‌ماند. تبریکی که فوتبال عربستان را برهم ریخت. یک تبریک عجیب الهلال بعد از قهرمانی این تیم در لیگ روشن فوتبال عربستان را برهم ریخته است. دیشب بعد از قطع شدن قهرمانی الهلال در لیگ روشن عربستان، پستی در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد که سر و صدای زیاد ایجاد کرد. در این پست حسابی با عنوان کمیته انضباطی و اخلاق فدراسیون فوتبال عربستان قهرمانی الهلال در لیگ را تبریک گفت. حساب منصوب به کمیته انضباطی و اخلاق عربستان با شوق و ذوق فراوان قهرمانی را با آبی‌های این کشور تبریک گفته بود. بعد از انتشار این پست دیگر باشگاه رقیب الهلال در عربستان و هوادارانشان خشمگین شده بودند و معتقد بودند موضع گرفتن یک از ارکان فدراسیون که رکن قضایی به حساب می‌آید و خوشحالی کردن از قهرمانی یک باشگاه نقص فایش اصلی بی‌طرفی است. در نهایت فدراسیون فوتبال عربستان ساعت پیش در این باره موضع‌گیری کرد. فدراسیون فوتبال انتصاب آن اکانت به کمیته انضباطیش را تکذیب کرد و گفت کمیته انضباطی و اخلاق فدراسیون عربستان هیچ حسابی در شبکه اجتماعی ایکس یا دیگر شبکه‌های اجتماعی ندارد. دعوای بارسا و لووان، دستمزد را کم کن یا برو. مدیران بارسلونا از رابرت لواندوفسکی ستاره تیم خواستند که دستمزدش را کاهش دهند یا از این باشگاه جدا شود. لواندوفسکی در اولین فصل حضورش در ترکیب بارسلونا به ستاره بیچون چرای تیم تبدیل شد و با وجود اینکه در این قسمت توانست رخشش فصل قبل را تکرار کند، اما در چند هفته اخیر بار دیگر به یک از بهترین بازیکنان تیمش تبدیل شده و گل‌های مهمی را به ثبت رسانده است. اما نکته جالبی که درباره این بازیکن وجود دارد این است که او در فصل آینده 36 ساله خواهد بود و با این وجود بر اساس قراردادی که امضا کرده دستمزد بیش از 30 میلیون یورو از باشگاه بارسلونا دریافت خواهد کرد که در شرایط مالی فعلی آنها مبلغ قابل توجهی به حساب می‌آید. روزنامه اسپورت خبر داده است که مدیران این باشگاه از این ستاره لهستانی خواستند دستمزدش را کاهش دهند و با آنها بر سر این موضوع به توافق برسد، اما باید به نظر می‌رسد که این خواسته از سوی مدیر برنامه او پذیرفته شود، چون این بازیکن پیش از این در اولین فصل حضورش در بارسا چنین خواسته ای را پذیرفته بود. در صورت عدم توافق بر سر این مسئله راه این دو از هم جدا خواهد شد و باید دید که در آینده لواندوفسکی راهی چه تیمی خواهد شد. پرز خرید کلین امباپه را تایید کرد. خنده ها و تکان دادن سر به نشانه تایید فلورنتینو پرز در پاسخ به فریادهای امباپه به نوع انتقال ستاره فرانسوی برای آل مادرید را قطعی کرد. رئال روز گذشته جشن قهرمانی لالیگای خود را برپا کرده و یک از روزهای خاطره‌انگیز خود را سپری کرد. بعد از اهدای جام رئالی ها راهی ساختمان شورای شهر شدند و در ادامه نیز به شهرداری رفتند. در بخش از این مراسم بازیکنان مورد استقبال کودکان رئالی قرار گرفتند و فلورنتینو پرز نیز دقایق برای آنها حرف زد. رئیس در بخش از حرفهایش خطاب به کودکان گفت دوست دارید چه بازیکنی برایتان بخرم؟ پاسخ واضح بود، همه فریاد زدند امباپه امباپه. رئیس نیز با خنده ها و تکان دادن سر واکنش نشان داد. در ادامه شهردار نیز به همین نکته اشاره کرد و گفت در حضور کودکان هستیم و آنها پاسخ رئیس را با فریادهای امباپه دادند. بچه ها همیشه حرف را درست می زنند. ژاوی شماره دو پیگیری بازگشت به بارسلونا. شاوی سیمونز تمایل زیادی دارد که به بارسا برگردد و اخبار مربوط به این موضوع را با دقت خاص دنبال میکند. شاید در مورد آینده ژاوی سیمونز هافبک لایپزیگ در حال داغ‌تر شدن هستند. کمتر از دو ماه تا شروع بازار نقل و انتقالات تابستانی باقی مانده و این ملی پوش 21 ساله هلندی احتمالاً به پی اس جی برنمیگردد و باید به صورت قرضی راهی تیم دیگر شود. او که تا 2027 قرارداد دارد ممکن است راهی بارسا شود، باشگاهی که فوتبالش را از اکادمی آن یعنی لاماسیا شروع کرد. سیمونز با آنچه در شبکه اجتماعی درباره او گفته می شود توجه دارد و برخی از هواداران بارسا نیز از او در شبکه اجتماعی درخواست کردند فصل بعد پیراهن آبی و اناری را بپوشد. یکی از حساب‌های اینستاگرامی چندین استوری منتشر کرد و از خوان لپورتا درخواست کرد که هم برای جذب ژاوی سیمونز و هم برای نیکو ویلیامز اقدام کند. همین صفحه تصویری را منتشر کرده که نشان می دهد ژاوی این پست را دیده است، موردی که نشان می دهد ستاره هلندی اخبار انتقالش به بارسا را به دقت تعقیب می کند. انتقالی که با توجه به روابط بعد بارسا و پی اس جی ساده نخواهد بود. باشکوه‌ترین جشن لالیگای تاریخ در سیبلس. مارکا نوشته است که باشکوه‌ترین و دیدنی‌ترین جشن قهرمانی لالیگای تاریخ در میدان سیبلس مادرید برگزار شد. تصویر ناچو، مودریچ، کروس و کارواخال که جام را بر فراز سیبلس بالا می‌برند، اشاره‌های مداوم به جام 15 اروپا و هجوم تاریخی هواداران به جشن قهرمانی لالیگای رئال جلوه‌ای دیگر داد.
سپس نوبت به جشن اصلی در میدان معروف سیبلت رسید. بازیکنان و اعضای کادر فنی سوار بر اتوبوس روباز به میدان رفتند، جایی که بیش از 500,000 هوادار حضور داشتند. بعد از صحبت‌های مدریش ناچو کارلتو و چندین بازیکن دیگر، نوبت به مراسم سنتی بستن شال و پرچم رئال بر گردن الهی سیبلت رسید. این بار مأموریت بر عهده ناچو بود، کاری که قبلا توسط هیرو، سانچز، رئال، سرخیو راموس، کاسیاس و مارسلو تکرار شده بود. بخش باشکوه جشن توسط ناچو در میان تشویق‌های هواداران به انجام رسید و در پایان همگی وعده بازگشت به میدان با جام قهرمانی چمپیونز لیگ را دادند. ملاقات با شما سه هفته دیگر همین جا.